Hele cân کدام نامی دیگه نداریم که ببینید عزیز ما بخانیم؟ بله واد، وانا لکنه هم رو چه انشالله پاینده پروگرامونی که به ادگران لدون کسر شریکو اما اوز افغانستان تاریخ پوجدو که در پروگرام وقت در رسیده لدیم. بسیار خوب، بینید عزیز بین که برنامه رو یک جا تماشا کنیم. بینندگان عزیز تلویزیون آریانا با عرض سلام خدمت شما امیدوار هستیم هفته خوش را سپری نموده باشین. در برنامه گذشته درباره تاریخچه هرات و اینکه اولین بار نام هرات در کتاب اوستا ذکر شده است و نیز اینکه بنای هرات را به اردشیر بابکان نسبت داده اند سخن گفتیم. اینک به ادامه برنامه شهر باستانی هرات توجه فرمایید. در کتاب تاریخنامه هرات که در اوایل قرن هفتم هجری توسط سید ابن محمد ابن یعقوب تألیف گردیده و توسط پروفسور محمد زبیر استاد دانشگاه کلکته چاپ شده است، چهار حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره هرات نقل شده است. در یکی از این احادیث آن حضرت فرمودند به درستی که عق تعالی را شهر است در خراسان که آن را هرات گویند. میوه های آن شهر فراوان باشد و جویای آن پر آب و به خیر و برکت روان است. هرات یکی از چهار شهر عمده خراسان بزرگ است. سه شهر دیگر عبارتند از بلخ، بخارا و نیشابور. سرسبزی و خرمی و اعتدال هوای هرات از یک سو و فراوانی چراگاه ها و نعمت و میوه های گوناگون از سوی دیگر انگیزه توجه و علاقه پادشاهان و امیران به این شهر باستانی بوده است. در کتاب چهار مقاله تألیف احمد ابن عمر نظامی سمرقندی که 900 سال قبل نوشته شده است داستان جالب ذکر گردیده که شاهد بر این نکته است. ما با توجه به کوتاه بودن وقت برنامه فقط اشاره مختصر به این داستان میکنیم. نصر ابن احمد سامانی پادشاه بزرگ سلسله سامانیان که بر تمام خراسان حکومت می کرد، یک سال برای گذراندن فصل بهار از پایتختش بخارا به هرات سفر کرد. فراوانی نعمت و برکت و هوای خوش و زیبایی دلکش هرات او را چنان شیفته و فریفته ساخت که چهار سال تمام در آن شهر اقامت گزید. برای آشنایی بینندگان عزیز با سبک و سیاق نثر فارسی دری در 900 سال پیش چند جمله از کتاب چهار مقاله را عیناً نقل می کنیم. شاه و لشکریانش در هرات سراهای دیدن، هر یکی چون بهشت اعلا و هر یکی را باغ و بوستان در پیش. آنان انصاف از نعیم جوانی بستودن و داد از عنفوان شباب بدادن. مهرگان دیر در کشید و انگور در غایت شیرینی رسید. در سواد هری 120 لون انگور یافته شود. هر یک از دیگر لطیفتر و شیرینتر. شاه از هرات دل بر نمی کند. هوای هری در سر او و عشق هری در دل او. در اسنای سخن هری را به بهشت عدن مانند کردی بلکه بر بهشت ترجیح نهادی. اما لشکریانش را هوای زن و فرزند در سر افتاد و آرزوی بازگشت به بخارا کردند. دست به دامن استاد رودکی پدر شعر دری زدند و به او گفتند که اگر کار کند که شاه به بخارا بازگردد 5000 درم جایزه با او دهند. رودکی این غزل مشهور را سرود و چنگ برگرفت
و در پرده اشاق به خواندن آغاز کرد. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یار مهربان آید همه، ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همه. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میرز تو شادمان هایت همه، میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همه، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همه، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همه. چون رودکی به این بیت رسید، پادشاه چنان منفعل شد که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب اسب نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد. بینندگان عزیز تلویزیون، این بحث را در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار، با امید دیدار.